رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. بفرمایید خانم. آقای دکتر. بله بفرمایید. روزتون بخیر. حالتون خوبه؟ متشکرم خانم. آقای دکتر من یه سوالی داشتم و این سوال مربوط میشه به پسرم که ایشون الان در مراحل آخر تحصیلیشون هستن و با یه دختر خانومی از چند سال پیش آشنایی پیدا کردن و حالا پرابلمی که اینجا مسئله که وجود داره اینه که چون درس ایشون داره تموم میشه، خب این احساس داره که مثلا حالا شاید بخواد که ازدواج بکنه و مسئله که اینجا وجود داره اینه که من خیلی نرفتم. من بذار ازتون یه سوال بکنم، بذار آروم بگیرید. الان پسرتون چند سالشه؟ 27. و اون دختر خانم چند سالشه؟ فکر کنم 25. اون وقت هر دوتا یعنی این دختر خانم ایرانی هم دیگه؟ بله. اون وقت پسرتون تو چه رشته فارغ التحصیل میشه؟ پزشکی. و اون دختر خانم چی خونده؟ ایشون هم فعلا از دانشگاه همون 4 سال اولیه رو مدرکشون گرفتن، میخوان که برن بالاتر باز، شاید هم پزشکی، شاید هم راهای دیگه. خب مشکل شما با این خانم چیه؟ مشکلی من با ایشون ندارم. مسئله که وجود داره ایشون از یه خانواده میان که مادرشون مسلمان هستن و اجازه بدید من یه تمنای از حضورتون دارم، اگر ممکنه و برای دوستان دیگه هم است، برای که سوئد فقط بفهم مثلا مذهبمون متفاوته تو اون چارچوب، چون نمیخوام که خدای نکرده مسئله به وجود بیاد. ممنونم. مذهبمون با هم دیگه فرق میکنه. مذهب هم پدر مادر فرزند شما هم پدر مادر، چون اشاره به مادر فقط کردید. نه. یا اینکه مادر ایشون مذهبشون با مذهب ما فرق و پدر خودشون فرق میکنه. صحیح متوجه شدم. حالا خب این که یکی مسئله است. بله. و مادر ایشون خیلی خیلی اینطوری که من از حرفایی که از رابطه‌ای که پسرم داشته با این خانم، یعنی در فقط مرحله دوستی و آشنایی به من گفتن، اینه که اینها خودشون توی خانواده یکی از مسائل بزرگشون همین اختلاف مذهب بوده و هنوز که هنوزه این مسئله وجود داره بعد از سالیان زیاد زندگی. و یه روز هم همین خانم که مادر ایشون باشن، من اصلا الان ایشون هم اگه توی خیابون ببینم نمیشناسم، ایشون یه شب که پسر من با دختر خانمشون بیرون رفته بودن ساعت 1:30 که اینا برگشتن و دختر خانمو گذاشتن مثلا برن منزل، پسر من تو راه بود که برگرده خونه، تلفن خونه ما زنگ زد، هنوز پسر من به خونه نیومده بود و ایشون هر چی که باید و شاید یه فرد عاقل نیست، خیلی حرفای رکیک، خیلی حرفای بد رو به من گفتن که بگو پسر دست از پسر من دختر من برداره و ول کنه و اگه این دفعه بیاد براش پلیس میگیرم که نیاد بتونه بیاد در خونه نزدیکای خونه ما و خیلی 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 توهین‌آمیز به من، که باور کنید الانم که راجبش صحبت میکنم یه حالت خیلی بدی برام پیش میاد. اینه که و هنوز که هنوزه این ناراحتی از طرف مادرشون وجود داره و ایشون حتی به پسر من گفته که من اگه قرار بشه با تو باشم، بین تو و مادرم، من شما رو انتخاب میکنم. ولی من فکر میکنم که این پایه زندگی با مسئله که اینطوری داره و چجوری یه دختر میتونه مادرشو ول کنه؟ نه حالا اونی که بذارید من اول یه سوال کنم، پسر شما از این ماجرا خبر داره؟ بله. خبر. مذهب پدر دختر با مذهب شما و همسرتون یکیه، درسته؟ بله. بسیار خوب. حالا سوال من از حضورتون این هست که مادر به دلیل تفاوت مذهبی است که با این ازدواج مخالفه یا دلایل دیگه‌ای به نظر شما داره؟ والا به من ایشون دلیلشون رو نگفتن. ولی من... حدس شما به هر حال دختر مادرش رو میشناسه، حرفا زده شده در این باره. وقتی کسی تا این مرز میره که ناشناخته اون هم این گونه با مادر پسری که پزشک قراره بشه برخورد میکنه سر ازدواج دخترش، چه چیزایی، نمیخوام بگم چه چیزایی به شما گفت، ولی فکر کنید که علل و عواملی که سبب شد این حرفو بزنه چه هست؟ من فکر کنم همین چون خودشون توی زندگیشون لابد خوشحال نبودن که ازدواج میکس داشتن و نمیخواد دختر خانمش هم یه همچین مسئله رو بعدن داشته. آخه دخترش که اینه، دخترش خودشو پیرو مذهب مادر میدونه یا پدر؟ هیچ کدوم. خب پس بنابراین دخترش که مذهبی نداره به اون صورت، یا حداقل گرایش مشخصی نداره. چرا میگه اگر قرار باشه با تو ازدواج کنم به مذهب تو میام؟ نه اونو که آخه فرمودید که دختر بین پدر و مادر
با پدر جایی نگرفت. خب اگر گرفتید پس مذهب پدر رو داره که همون شبیه مذهب پسر شماست. مذهبی اصلا ندارن آقای دکتر، چون پدرشون وقتی که ازدواج کرده ظاهرا به مذهب مادر رفته، به اون طرف رفته. بله. حالا اجازه بدید من ازتون خواهش کنم رو خط باشید. بذارید که با هم بیشتر صحبت. اوکی. رادیو ایران بفرمایید. الو آقای دکتر. بله. بله. ببینید من اگر الان پسر شما اینجا بود، من میگفت علت واقعا مخالفت مادر غیر از مذهب چی میتونه باشه؟ والا من نمیتونم چرا مخالفتشون چیه، برای که ما واقعا تماس خانوادگی نداشتیم. نه اونو میفهمم. نه ببینید من نمیخوام این جسارت و خدمتتون بکنم. این ماجرا جدیتر از اون هست که شما ساعتها راجبش صحبت نکرده باشید و بدون تردید پسر شما با دختر صحبت کرده و شما با دختر آشنایی، درسته؟ بله. ایشون توضیحش چیه؟ میگن مادر من با هر کس که نزدیک میشم و ممکنه مرحله ازدواج پیش بیاد ایشون مخالفت میکنه، ولی من حس میکنم که دلیل مخالفتشون چون تو زندگی خودشون همیشه مسئله وجود داشته به خاطر اختلاف مذهب، شاید خب مادر دخترش دوست داره نمیخواد یه همچین مسئله برای دختر خودش به وجود بیاد. نه این نه استدلال درستی نیست. درست نیست؟ نه ببینید هیچ کس نمیخواد برای بچهش مشکلی پیدا بشه، ولی آدم ها با اشتباهشون مسئله میشن. البته معلومه شما هم با این ازدواج موافق نیستید، یعنی بله. اینم میشه از رو لحنتون میشه اینو متوجه بود. بنابراین شما بیاد فرض کنید که اصلا این مادر نبود یا مادر این گونه نبود، شما مشکلی داشتید با این رابطه؟ صمیمانه و صادقانه، حالا که مالی رو خط صمیمانه و صادقانه. بله. در چه موردی مسئله دارید؟ در مورد اینی که من فکر میکنم در زندگی زناشویی همیشه مشکلات خواه نخواه وجود داره، بالا پایین وجود داره، ولی وقتی که زمینه های از اولش یه مقداری مسائل مختلفی که باعث این تشدید شدن این مشکلات میشه، خب اختلافاتو میتونه بیشتر بکنه. من اونو موافقم، ولی اون که غیر از گفتم فرض رو برای این بگیرید که اصلا مادر مشکل و مسئله رو نه به وجود میآورد و نه اصلا مسئله و مشکل این ماجرا بود، خودتون با اون دختر و رابطه با پسرتون چه مسئله دارید؟ من مسئله ندارم باهاش. ولی من میبینم که پسر من بعدها اگر این ازدواج به وجود بیاد، به خاطر اینی که مادر وجود داره و حق هر مادری هست که فرزند خودش رو باهاش نزدیک باشه. نه همچه حقی نیست. نیست؟ نه. نه ببینید همینجاست. من یک کمی داستان عبارت از این است که چیزی به اسم حقی برای نزدیکی وجود نداره و بعدم مفهوم این نزدیکی یعنی چی؟ همینجاست که بهانه میشه آدما دارن زندگی‌ها رو به هم میزنن. مسئله این است که رابطه باید رابطه درستی باشه. اوکی. حالا هم رابطه شما هم رابطه مادر ایشون، یعنی شما با فرزندتون و ایشون با فرزندش، و اگر یه اصولی رو که مادرانه است، انسانیه، اخلاقیه رعایت نمی‌کنید، می‌خواید پدر باشید، می‌خواید مادر، هیچ حقی ندارید و هیچ اجباری هم بچه‌ها ندارن در ارتباط باشن. ببینید پدری و مادری با خودش حق نمیاره. پدری و مادری بیشتر با خودش مسئولیت و وظیفه و نقش میاره. وقتی که از حق صحبت می‌کنید، وقت کار خراب خواهد شد. ولی وقتی از وظیفه و مسئولیت و نقش آدم‌ها باید وظیفه‌شون رو، مسئولیتشون رو، نقششون رو به درستی ایفا کنن. ما نمی‌تونیم از بچه‌ها انتظار داشته باشیم که کار غلط ما رو روش تایید بذارن یا رابطه غلط بد مضر خطرناک رو به صرف اینکه ما پدر و مادریم با ما داشته باشن. خب بعد الان اگه شما فرزند شما ایشون بودن، شما راهنمایی که به این پسر می‌کردین چی بود؟ من اصلا نمی‌دونم ماجرای خودشون دوتا چه هست. ببینید من اصلا اطلاعی ندارم. مثلا نه پسر رو می‌شناسم، چون پسر خود من بود من ویژگی‌های پسر خودم رو می‌دونستم، ولی اگر من با اون دختر آشنا بودم اون دختر رو من. ببینید تنها هشدار کوچکی که مجبورم خدمتتون عرض کنم و امیدوارم این رو صمیمانه و صادقانه از من بفهمید و بپذیرید، که عرض کنم بفهمید یعنی به گونه‌ای باشه برخورد درستی داشته باشید، بنده چه عرض می‌کنم. به نظر من اون مادر حتما به صورتی که شما فرمودید نه تنها کارش غلط بد و اصلا هیچ تناسبی با دنیای امروز و شرایط امروز و روابط انسانی نداره، اما نفیم نمیتونم بکنم که من از کلام شما از آغاز تا پایان نگرانی شما رو متوجه میشم و کمی بیش از نگرانی دخالتتون رو، برای که شما هم فکر میکنید در خصوص فرزندتون یک حقوقی دارید و باید یک کارایی بکنید. نه آقای دکتر، من از این حرفی که تلفنی که زدم به پیشنهاد پسر خودم بود و
ایشون میخواست که برای اینی که بیشتر وضعیت خودش رو بفهمه و روشن بشه. فقط یه چیزی که هست، من یکی از برنامه‌های شما رو که گوش میدادم و یه دختر خانمی بودن که با ازدواجشون دو طرف خانواده مخالف بودن و ایشون بعد از سالیان سال خواهرشون مریض بود و شما راهنمایی که بهشون کردید، شوهر ایشون زنگ زده بود اگه یادتون باشه، و شما راهنمایی که بهشون کردین گفتین که اون حق اون دختره که باز هم با خواهرش و بچه های خواهرش نزدیک باشه. من این رو در آینده فقط این رو میبینم چون مرتب برنامه شما رو گوش میدم. خب در آینده اون میگه من مادرم رو ول میکنم، اصلا وجود نداره، ولی نمیشه همچین چیزی، اون وجود خواهد داشت. نه ببینید، استدلالتون، البته من همیشه میدونید موارد افراد با هم متفاوته، ولی ببینید همینجاست که من باز گرفتاری دارم. آنچه که فرمودید درسته، ولی عرض من در اون مورد این بود که یه دختری که مایل با خواهر مریضش، حتی غیر مریضش، و با بچه های خواهرش ارتباط داشته باشه، حتی اگر اونا در حقش بدی کردن، حق اون دختره. ولی این خیلی متفاوته که یک کسی، اون خواهر، به زور خودش رو بخواد به این خواهر تحمیل کنه. ببینید در اینجا عرض فرض بر این بود که دوتا خواهر میخوان با هم رابطه داشته باشن، به کسی مربوط نیست. الانم مشکلی که وجود داره در ارتباط بین دختر و مادر نیست که ما مسئله داریم. دختر میگه که اگر مادر من مخالفت کنه با این ازدواج، من به روش خط میکشم. معنای این حرف، اگر چون مقایسه رو مطرح کنم، معناش این است که اگر 6 ماه دیگه گفت میخوام من با مادرم رابطه داشته باشم، چه اشکال داره؟ از نظر من هیچی، حتی اگر مادرش با این ازدواج مخالف باشه. خب پس اون همه اهانت هایی که به من و فامیلی من کرده رو کجا میده؟ خب اهمیت نداره. شما به عرض من توجه کردید. بس. من در قسمت اول حتی بیش از اینم نمیتونستم برم که گفتم این کار غلط بوده، بد بوده، اصلا در دنیای امروز و شرایط امروز اصلا جایی نداره. اون معلومه سر جاشه. ولی من و شما هم نمیتونیم برای بچه‌هامون بر اساس رفتار یکی از والدینشون تصمیم نهایی رو بگیم، بلکه همین توهین و اهانت رو به یک اعتبار فرزند شما هم ازش خبر داره. ولی با وجود این، آیا رابطهش با اون دختر قطع کرد یا نکرد؟ نه قطع نکرد. خب همینجاست که یه سوال مطرحه. یعنی ببینید کار زشت و ببینید چیزی که من الان در سیستم ذهنی و فکری شما میبینم و کاملا میفهمم اینه که اگر یه چیزی یه جاش خرابه، همش خرابه. یعنی این تعمیم رو خیلی از ما ایرانو یاد داریم. یعنی به همین جهت هست که ما فکر میکنیم انسان یه مجموعه است که اگر یه جاش اشکال داره نه، آدمی میتونه تنبل باشه ولی مهربون هم باشه، آدمی میتونه مهربون باشه ولی میتونه بیکاره باشه، آدمی میتونه دانشمند باشه ولی بد اخلاق باشه، آدمی میتونه خوش اخلاق باشه ولی ابله باشه، حالا البته آخری شاید نه. ولی ببینید چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من شما با هم به پسرتون دقیقاً، اگر از اون آس فرض کنید، من به همجد ازتون پرسیدم، اون هم اصرار داشتم که اگر اون مادر نبود و اون کارا رو نمی‌کرد، نظر شما چه بود؟ آقای دکتر، من کلاً فکر میکنم شاید من تنها نباشم که اگر اختلاف‌هایی باشه از اساس و پایه، مشکلات بعدی رو بیشتر ادامه، بدون تردید حق با شما، دامنه میزنه. بدون تردید حق با شماست. ازدواجی که از آغازش با مسائل و مشکلاتی هست، از آغاز تو دستانداز و سرازیری افتاده، کاملا حق با شماست. ولی بعضی از اوقات به این نکته توجه داشته باشید که ماها به دلیل ارتباط غلطی که با پسر و دخترمون داریم، هر کسی دیگه هم بیاد تو زندگیش اخلال و اختلال میکنیم. یعنی اشکال کار متأسفانه اینجاست. یعنی بیاد این را، اصلا من هنوز نتونستم متوجه بشم، یعنی اگر اون مادر لطف میکردن و تلفن میکردن، من میتونستم بفهم. به نظر من دلیل مذهبی که معنی نداره، ایشون با کسی ازدواج کردن مذهبش متفاوته، دخترشون هم مذهبی نداره، به علاوه دخترشون تازه فرمودید گرایشی هم به سمت پدر داره، بنابراین اصلا مخالفت مادر با مسئله یا بهانه مذهب اصلا به نظر من خیلی کم اهمیت، نمیگم بی اهمیت، کم اهمیته. ولی اشکال کار در این است، اونم وقتی مادری تا اون حد پیش میره، به نظر من ماجرا بیش از تفاوت مذهبی است که تازه اینجا کم رنگه، چیزای دیگه باید وجود داشته باشه. باشه در شما هم مخالفت رو بیش از نگرانی برای اشکالات میبینم. من احساسم این است که شما فکر میکنید پسر شما و با این دختر حتی صرف نظر از بقیه موارد زوج مناسبی نیستن. چراییشو نمیدونم و به همین جد بود که چند بار که دوستانی که لطف میکنن رو خطاتش میارم، من دلم میخواد واقعا همونطور که بنده خود خودم هستم و اصلا چیزی رو به هیچ شکل و فرمی پنهان نمیکنم، اونم تایید، اصلا میگم من از شکلش خوشم، از رنگ پوستش خوشم نمیاد. خدا شاهده که هیچ مسئله دیگری من بالشخصه نه، من غیر از مادرش نداری. بنابراین اگر اون مادر اومد معذرت خواهی خواست و بگید من اشتباه کردم، ماجرای ما تمومه؟ من فکر کنم. خب پس ببینید، من و شما به همین راحتی عروسی رو راه انداختیم یا راه نه انداختیم. من ازتون یه خواهش دارم، چون من به آخر و
حتما از هر دوشون بخواید با یه روانشناس صحبت کنن. این کار یه ذره پیچیده تر از اونه که یا من یا شما از این طریق بتونیم حلش کنیم. بعدم اگر قرار ادامه بدن، اگر قطعش کنن، ولی اینو بگذارید خودشون تصمیم بگیرن، ولی با کمک روانشناس. دو تا فرد تحصیل کرده یه امروزی هستن، بذارید مسائلشون از اونجا شروع کنن. به هر حال سپاسگزارم. اگه دلشون خواست خودشون یا اون مادر ارجمند خواستن روی خط بیان، بنده با کمال میل در خدمتشون هستم. به هر حال سپاسگزارم از لطفتون. روزتون خوش. ممنونم.